با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی. روز یکشنبه 17 شهریور مجاهدین لیبرتی 8 روز اعتصاب غذای خودشون رو پشت سر گذاشتن. امروز اعتصاب کنندگان با شعارهاشون بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواسته هاشون تاکید کردن. هجده تن از اعتصاب کنندگان به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب از جمله افت شدید فشار خون و همچنین ناراحتی‌های گوارشی به کلینیک عراقی مستقر در کمپ لیبرتی انتقال داده شدند. پزشک عراقی 6 تن از آنها را تحت درمان قرار داد. افتخار به بچه‌های اشرف که حماسه‌های جدید آفریدن و پشتمون به شما گرمه. ما سرفراز شدیم و واقعا هیهات من مزله اثبات کردیم و باید به خامنه حرام داده و ابن حرام داده باید گفت هر کی در کنته داری بیا بیا بیا، ما منتظریم، ما شما را سرنگون میکنیم و سرنگون خواهیم کرد و افتخار ما به شما و ما را سرفراز و به نوک قلدرتی و تابلوی آشورا را سر بلند و در قلن بالاتر بالا بردید و درس درخشان را و موندگاری را به ما یاد دادید و از شما آموزش گرفتید. این حماسی زیبا و خشن‌ناپذیری که خلق کردید فقط افتخار میکنید سرمون بالاست. ما تنها داریم به حال شما قبطی میخوریم که کاش با شما میبودیم و در کنار شهدا رستگار میشدیم و ما در اینجا از شما یاد میگیریم. شما الگوهای ما در پایداری و در دست درخشان هستین و انشاءالله این راه رو تا پایان سرنگونی رژیم پدید خمینی ادامه خواهیم داد. اعتصاب غذای هموطنان و یاران اشرف نشان در برلین، ژنو، لندن و اتاوا در اعتراض به قتل عام بزرگ در اشرف. جنایت علیه بشریت به دست مالکی و به دستور خامنه‌ای. فراخوان عاجل به بازگرداندن گروگان‌ها و استقرار نیروهای کلاهابی ملل متحد برای حفاظت از مجاهدان اشرف و لیبرتی. امروز دوشنبه 9 سپتامبر مصادف با 18 شهریور، نهمین روز تحصن و اعتصاب غذای هواداران مجاهدین خلق ایران در مقابل سفارت آمریکا در لندن است که بدین وسیله اعتراض خود را به حمله وحشیانه در اشرف به گوش جهانیان برسانند. اعتصابیان مقاوم بر خواسته برحق خودشان پای می فشارند که همان آزادی 7 گروگان قهرمان اشرفی و استقرار کلاه آبیای سازمان ملل برای اشرف و لیبرتی. این اکسیون اعتراضی مورد توجه شهروندانی که در لندن زندگی می کنند قرار گرفته و اونها این واقعه رو محکوم می کنند و حمایت خودشون رو به اعتصابیون ابراز می دارند. آرزو، خبرنگار سیمای آزادی، لندن. Yeah.
به نام خدا و به نام آزادی و با سلام به بینندگان سیمای آزادی، امروز دوشنبه 18 شهریور 1392 مصادف با 9 سپتامبر 2013 اشرف نشانان در ژنو به احتساب غذای خود ادامه داده و بر خواسته های خود مبنی بر آزادی حق گروگان اشرفی و استقرار نیروهای کلاهابی سازمان ملل متحد در اشرف و لیبرتی برای تضمین حفاظت آنها تاکید کردند. اعتصاب غذا کنندگان ضمن سردادن شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر مالکی و شرم بر سازمان ملل و امریکا، خواهان اقدام فوری و شکستن سکوت ملل متحد شدند و تصریح کردند که تا رسیدن به اهدافشان به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد. در کنار محل اعتصاب غذا میزه کتاب برگزار است و اشرف نشانان به شگهی در مورد قتل عام مشغول هستند و مراجعین ضمن اظهار همدردی با امضای صفحه‌های پتیسیون حمایت خود را از اهداف ترسان و اعتصاب غذا کنندگان اعلام می‌نماید. در پایان پیاممان به دشمن زبان ذلیل یعنی خامنه‌ای و مالکی این است که با این وحشیگری‌ها نمی‌توانند مجاهدین و مقاومت را از بین ببرند، بلکه بر مقاومت ما افزوده می‌شود و تا به آخر خواهیم ایستاد. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر مالکی، با جنگ صد برابر اشرفی این تا آخر. با جنگ صد برابر اشرفی این تا آخر. USA, USA, honor your promises to Ashraf President. Ashraf protection is US obligation. مرگ بر اصل ولایت فقید، زنده باد ارتش آزادی. مجاهد اشرفی قسم به خون پاکت خواهد ادامه دارد. پیام به جان جانان ایستاده این تا پایان. مجاهد اشرفی قسم به خون پاکت راحت ادامه دارد. Secretary Kerry, take action. Ashraf needs protection.